بله، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. برادر عزیز، کل چیز شما را تایید میکنیم، قابل تایید است، راست میگه. ما یک سوال دارم صاحب، همی شیعه ها چرا دارالحفاظ ندارن و یا چرا حافظ های قرآن ندارن در سر تا سر ایران، حتی در افغانستان یک جای ما ندیدیم صاحب یا دارالحفاظ داشته باشن؟ امیر صاحب میخواستیم برای ما معلومات بتیم که آیا با قرآن کریم عقیده ندارن و چرا دارالحفاظ ندارن. درست، چشم، باشه، در این مورد صحبت میکنم. سوال دوم صاحبی که اینا چرا در تکیه خانهشان یا مساجدشان از قرآن سنت صحبت نمی کنن؟ بدون سنت همونطور هر چیزی کردن شما گفته میرن بدون سنت و کسی هم از یا پرسان نمی کنن که همین موضوعی را که تو گفتی روی کدام سنت، کدام حدیث، کدام اسناد، چیزی که زمدن شان آمده می تو پف کده میرن و گیرن که فاطمه تو کد و زینب تو کد این قیدی قسم نه از یا همون دولت ها کسی پرسان می کنن، نه کدام مفتی کسی هست که از یا پرسان کنه از خودشان که تو هم میگه پروی کدام اسناد. درست، باشه، در این مورد صحبت میکنیم برادر از. تشکر، یک دیمان، تشکر از شما، خدا نگه دارتون. عوام شیعه، عامه شیعه، یعنی کسانی که از امور دینشون بی اطلاع هستن، همه به همین قرآنی که ما داریم اعتقاد دارن، اما چون که زیاد به این قرآن استناد نمیشه و از این قرآن زیاد تمجید نمیشه و اهمیت بهش داده نمیشه، به خاطر همین خیلی عادی با قرآن برخورد میکنن. علمای شیعه چرا به قرآن اهمیت نمیدن؟ مدارس اینها چرا دارالحفاظ ندارن؟ چرا در همین حوزه علمی قم تا قبل از آیت الله بروجردی اصلا قرآن نمیخوندن؟ در حوزه‌های علمی قرآن اصلا براشون مهمه. به خاطر همین مثلا قزوینی رو ببینید آیات قرآن رو چطور میخونه، چون که اصلا آیت الله العظما شده و یعنی در علم رجال هم اگر دو تا باشه یک شیشون است و حافظه کامپیوتری داره و این همه روایات اهل سنت رو جلد فلان صفحه فلان جلد فلان از روی پروژکتور میخونه، اما قرآن خوندن بلد نیست. بخاطر اینکه قرآن براشون اهمیت نداره. چرا اهمیت نداره؟ چون میگن قرآنی که ما در نزدمون هست، این قرآن، قرآن تحریف شده و باطل است و علیاذ بالله، و قرآن اصلی در نزد امام زمان است که با خودش گرفته و ترس پاره شدنش کمش فرار کرده، رفته در چاه جمکران یا سرداب سامرا و 1200 خورده سال است که مردم را همینطور نالان و سرگردان گذاشته. دلیل ما در کتاب کافی، صحیح‌ترین کتابشون بعد از قرآن، روایت اینجاست: إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17000 آية. قرآن اصلی که جبرئیل برای محمد صلی الله علیه و سلم آورده بود 17000 آیه بود. راویان این، الان نگن که راویانش حرف ازشون، راویان این روایت کسانی هستن که راویان امامت 12 امام هستن. اگر این روایت رو بزنن، یعنی 12 امامی رو روایتاشو زدن، یعنی روایات امامت رو در کتابشون زدن. به همین مطلب آقای مجلسی در کتابش در مرآت العقول ذکر میکنه. دوستان عزیز نشون بدن این مرآت العقول که در شرح همین کتاب کافی نوشته شده از ملا باقر مجلسی، همون که پدرش چرسی بود حشیش میزد، در کتاباشون آوردن در جلد 12 در رابطه با همین روایت کافی میاره. این روایت موثق است و فخبر صحیح، خبر صحیح است. ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه الصريحه في نقص قران وتغييره. میگه شکی نداریم که بر پنهان نیست که این خبر و اخبار کثیر، احادیث زیادی که صحیح است و صریح است، در اینکه قرآن کم شده و تغییر یافته. و عندي و در نزد ایشون، یعنی آقای مجلسی، ان الاخبار في هذا الباب متواتره المعنى، متواترت معنا، یعنی احادیثی که در این باب دارن متواتر است. و طرح جمیع یوجب رفع الاعتماد عن الاخبار راسا. میگه طرح همه این روایت ها سلب اعتماد از این اخبار رو برمی داره. بل ظنی ان الاخبار فی هذا الباب لا یقتصر
لا يقدر عن الاخبار الامامه، فكيف يثبتونها بالخبر؟ میگه که روایت ها احادیثی که در باب تحریف قرآن داریم کمتر از روایت های امامت نیست. چطور؟ میگه امامت را از طریق روایت ها ثابت میکنن، همونطوری که امامت رو ثابت میکنن تحریف قرآن هم ثابت میشه. اگر که تحریف قرآن رو رد بکنن پس امامت رو هم باید رد بکنن. این حرف عالم بزرگشون آقای مجلسی در کتاب مرآت العقول است که در شرح کتاب کافی نوشته شده و اکثر علمای شیعه قائل به تحریف قرآن هستند. این دلیلی است که به قرآن اهمیت نمیده. اما این شرکیات و خزعبلاتی که اینا انجام میدن در حسینیا و در محافلشون، این دیگه از خودشون بپرسید که چه دلیلی دارن. و در صحبت هایی که در طول برنامه شد، ما همیشه دلیل میخوایم از اینا که به چه دلیل این کارو میکنیم، فرار میکنن از دلیل، چون که دلیلی ندارن برای این کاراش. Allah 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 Allah